درفش کویان دیگو هم تار این درفش پرچم هخامنش افسر نژاد پاک فر و تاج کشورم فر و تاج کشورم اختر سربلند زرد و سر خوبنش در برابرت به خاک دشمنان نابکار در برابرت به خاک دشمنان نابکار ای درفش میهنم ای درفش میهنم ای نماد کشورم ای نماد کشورم ای ز اشکانیان ای ز ساسانیان یادگار ای تو از باستان ماندگار بر بینندگان گرامی مهرام علکی هستم. امروز یک شنبه 18 جولای مطابق با 27 تیر ماه هستش. خب خدمتون بگم که تظاهرات در ایران همچنان ادامه داره، حتی شدت بیشتری پیدا کرده. امیدوارم که بقیه نقاط هم بپیوندن در واقع به هم میهنان عزیز خوزستانیمون. و یک کلیپ دیدم از مردم زابل که این رئیس اداره برق زابل رو یک کتک خوبی بهش میزنن. ببینید وقت اون رسیده که واقعا خودتون هم میهنان عزیزم مدافع حقوقتون باشید. هیچ کشوری دلش به حال ما نسوخته، اصلا هیچ کشوری دلش به حال کشور دیگری نمیسوزه. الان ببینید افغانستان چه اتفاقی افتاده. الان بایدن تمام نیروهای امریکا رو داره از اونجا میبره بیرون، درست؟ بریتانیا هم بی سر و صدا نیروهاش رو برد بیرون و همینطور ناتو. و ولی امریکا چیکار کرده؟ نیروهای نظامیش رو داره میبره بیرون. اما چیزی که خیلی دردناک و ناراحت کننده است اینه که تمام اسلحه و مهمات تو حضورتون عرض کنم که ماشین های بزرگ جنگی و خدمتون بگم که توپ و تانک و اینا رو همه رو گذاشته برای کی؟ برای طالبان. خب بگو تو اگه داری میری وسایلت هم برده ببر، یا اینا رو ببر بده به دولت افغانستان، دولت افغانستان بتونه استفاده کنه، نیروهای نظامی افغانستان بتونه زن. اینا رو ویل کردی برای طالبان. خود هیلری کلینتون میگفتش دیگه در مصاحبهش با وی او که هفته پیش نشون دادم خدمتون، میگفت آره ما القاعده رو مسلح کردیم، آموزش دادیم، خوب مسلح ویل آرمد، یعنی خوب مسلحشون کردیم و خیلی در واقع آموزششون دادیم، بعد که کارمون تموم شد و روزها رو از اونجا بیرون کردیم اونا رو هم گذاشتیم اونجا با همه اون اسلحه و مهمات و اینا که در اختیار القاعده بود، گفتیم بای بای اومدیم بیرون. و چی شد؟ القاعده افتاد به جون مردم بیگناه افغانستان. چه کشتاری کرد از مردم و چه کشتاری از زنان و دختران افغانی کرد، چه فجایعی به بار آوردن. واقعا همین کار الان دوباره بایدن داره میکنه، همین کار رو الان دوباره بایدن داره میکنه. تمام اسلحه و مهماتی که همش هم خیلی نو و جدید ساخته شده برای نیروهای امریکایی ساخته شده بود و توپ و تانک و اینا رو همه رو داره میذاره برای نیروهای طالبان و از اونجا داره میره بیرون. و جالب بود که طالبان یه هلیکوپتر امریکایی رو که در اختیارشون یعنی اونجا گذاشتن رفتن، یه هلیکوپتر رو برداشتن، خلبان ندارن که این هلیکوپتر رو ببرن بالا، مثل کامیون ازش دارن استفاده میکنن، روش جنس گذاشتن، هلیکوپتر رو زمین را میره. ببینید خب اینو از مالیات مردم امریکا این همه اسلحه مهمات شما تهیه میکنید، ولی اینا رو چرا مفت و مجانی گذاشتید در اختیار طالبان که اونجا کشت و کشتار کنن که دوباره بیان سر کار؟ اصلا برای همین
جمهوریش کرده. همین الانم خوب دقت بفرمایید، ببینید مطالبی که میگم مهمه که سایه دیگه نمیان اینا رو واقعا با شما در میون بذارن. ببینید درست اصلا اینها نذاشتن در افغانستان پادشاهی بیاد، ظاهرشاه بیاد، که این بلبشویی ادامه داشته باشه که هر زمانی که خواستن دوباره چیکار کنن، همین طالبان و القاعده و این گروه های تروریستی رو اونجا مصدر کار بکنن، در بر سر قدرت بیارن، به امور اون مملکت رو در دست بگیره. یعنی چی؟ یعنی اون مملکت رو به کل ویران کنه، کشتارهای فجیع بکنه، رفتاری که به ویژه با زنان دارن، گفتم شما خدمتون دیروز، زنانی که شاغل بودن اینها را، یعنی شغل داشتن و کار میکردن، میگیرن چشماشون رو در میارن. یعنی ببینید چه رفتاری اینا دارن واقعا. اون وقت گفتم حقوق بشر، سازمان حقوق بشر که لالمونی گرفته، فقط زمان شاه بلد بود، در تنها کشوری که حقوق بشر رعایت میشد بگه رعایت نمیشه، یعنی شاه ملاحظه میکنید. و الان این گروه های تروریستی دوباره اونجا حاول کردن که به جون مردم بیفتن. ملاحظه میکنید خودتون باید به فکر خودتون باشید. گفتم خدمتون که مردم افغانستان، محلی ها خودشون، حتی یه خانم بانوی که شهردار شده بود قبلا، اسلحه دستش گرفته با نیروهای اندک همون محلی در مقابل طالبان دارن مبارزه میکنن برای نجات خودشون. خودشون بلند شدن برای نجات خودشون دارن کار میکنن. بارها گفتم به ویژه قدرت های بزرگ نمیخوان که اصلا در ممالک ما که نفت خیزه و غیر از نفت و گاز معادن سرشار گوناگونی داره، آرامش و امنیت برقرار بشه. نمیخوان. فکر نکنید که هیچ کشوری میاد یعنی دلش به حال ما سوخته و میاد یه رژیمی رو میاره که باب میل ما باشه. ابدا. این یه خیال خامه، از سرتون دور کنید، خودتون بلند بد بشید برای خودتون، کس نخورد پشت من جز ناخن انگشت من. این همه شعر ادبای ما، علمای ما، نه علمای مذهبی ها، کسایی که واقعا عالم بودن، دانا بودن، دانشمند بودن، شعرای ما، اینها گفتن به ما، نوشتن، گفتن به صورت شعر سرودن، که ما اینا رو همینجور رو هوایی میخونیم و میگیم میریم، اما عمل نمی کنیم بهش که باید عمل بکنیم. آخرش هم به همون نتیجه خواهیم رسید که ملت افغانستان رسیدن. امیدوارم زودتر به این نتیجه برسید. روزی میکنم ببینید همیهنان ما در زابل، مهندس سیاوش خان اگر لطف بفرمایید کلیپ شماره یک رو بذارید، بسیار سپاسگزارم. بله ملاحظه کردید یک کتک مفصلی این رئیس اداره برق زدن. خب خوب کردن، خیلی کار خوبی کردن. اگر تو به عنوان رئیس اداره برق نمیتونی کاری بکنی که برق منطقه برگرده، پس استعفا بده، برو استعفا بده در اعتراض به دولتی که در واقع نمیذاره تو به مملکت خدمت کنی، به مردم خدمت کنی. نه، اونجا گرفتی نشستی حقوق مفت میگیری، به مردم زور میگی، وقت وقت خوبه که حالا کتکم خوردی. واقعا من یکی که دلم خنک شد واقعا. و همطور که گفتم اعتراضات ادامه داره، تظاهرات ادامه داره، گسترده ترم شده. میگم امیدوارم جای جای ایران، یعنی فقط خوزستان نباشه،
مناطق دیگه هم بپیوندن. خواهش میکنم ببینید چند بار این سخن رو بگم، بعد میبینید چند وقت دیگه مردم کازرون اومدن بیرون، اون وقت خوزستان و آذربایجان و جاهای دیگه نشستن. نکنید این کارو، به خودتون دارین ظلم میکنید، دست رژیم رو باز میذارید. مردم در گوهردشت کرج که ریخته بودن بیرون، اگر همون زمان در خوزستان هم ریخته بودن بیرون، در آذربایجان هم ریخته بودن بیرون، در خراسان هم ریخته بودن بیرون، نمیتونست جمهوری اسلامی این همه نیرو نداشت که همه رو با هم سرکوب بکنه. به حال کلیپ هایی که آخر شب دیشب من درآوردم، دوتاشو نشون میدم. اعتراضات در سوزنگر و در اهواز همچنان شدت پیدا کرده. مهندسی هاشقا اگر لطف بفرمایید شماره 2 و 3 هستش، خیلی ممنون میشم. خواهش دارم از همیهنان عزیز خوزستانیمون که خواهش میکنم، تمنا میکنم که دست کم بخشی از این شعارها رو به زبان فارسی بدید که ایرانی ها در سایر نقاط کشور هم بفهمن شما چی دارید میگید، که بیان اونها هم از شما حمایت بکنن. خب من الان خب میبینم تظاهرات شلوغ ضد رژیم، دیروز جاوید شاه رو میفهمیدم درست، یا شاهزاده رضا کجایی به داد ما بیا، اینا رو میفهمیدن، ولی بقیه شعارها که زبان محلی میدادید متوجه نمیشدن. خب خیلی دیگر از هم میهنان ما متوجه نمیشن. بنابراین یکی از دلایلی که این فدرالیسم خواه، این حسن شریعت مداری میگه فدرالیسم قومی، فدرالیسم قومی، همینه که اتحاد مردم رو از بین ببره. یعنی هر منطقه‌ای به زبان خودش صحبت بکنه، اختیارات خودش هم داشته باشه، که اگر یه منطقه‌ای رو زور گفتن مردمش قیام کردن، مناطق دیگه نرن به کمکش. اینه دیگه ملازم کنید و تجزیه بشه اون منطقه. بنابراین خواهش میکنم که به کوری چشم تجزیه طلبان و به کوری چشم دول بیگانه که در تلاش تجزیه کشور ما هستن و به کوری چشم خود جمهوری اسلامی، خواهش میکنم شعارها رو به فارسی بدید که نقاط دیگه هم متوجه بشن و بیان در حمایت از شما اونها هم شعار بدن و در واقع یک قیام گسترده همگانی بشه. این همون اتحادی است که شاهزاده رضا پهلوی میگه، برای همینم میگیم یک زبان واحد لازمه، ملاحظه میکنی؟ و تجزیه طلب ها مخالف زبان واحد هستن. شما ببینید در امریکا، من بارها گفتم امریکا تشکیل شده نه از اقوام مختلف، از ملل مختلف، یعنی از انگلستان اومدن، از فرانسه اومدن، از چین اومدن، از ژاپن اومدن، از عراق و نمیدونم کشورهای عربی و هند و پاکستان و از تمام نقاط دنیا آمدن در امریکا، این کشور امریکا تشکیل شده. پس اینها اقوام مختلف، اینا ملت‌های مختلفن، چون از کشورهای مختلف اومدن با زبان‌های مختلف. نه؟ ولی امریکا زبان واحد داره. زمانی که مجلسش تشکیل شد و استقرارش رو اعلام کرد،
مونده بودن که بین زبان آلمانی و زبان انگلیسی کدوم یکی رو زبان واحد و زبان اصلی امریکا اعلام بکنن، که رای گیری کردن با درصد خیلی کم، بس که یکی دو تا رای بیشتر زبان انگلیسی رای آورد. لازم کنید که این زبان واحده و هر کسی که در امریکا زندگی میکنه، حتی کسانی که میان اینجا بعد از مدتی شهروند امریکا میشن، میخوان سیتیزن بشن، ازشون امتحان میگیرن. غیر از اینکه یه بخشی از تاریخ امریکا رو باید بدونن، میبایستی که زبان انگلیسی رو بدونن، بعد رفع احتیاج و همینطور نوشتنش رو. یعنی هم به شما دیکته میگن که ببینن میتونی بنویسی به انگلیسی، خب هم از شما انگلیسی ازتون در واقع امتحان میگیرن دیگه. پس یعنی باید زبان انگلیسی رو بلد باشی که بتونی شهروند امریکایی باشی، اگر نمیتونی. یعنی کشوریست که فدراله، فدرالیسمه، اولین کشوری هم هستش که فدرالیسم رو در مملکتش پیاده کرده. تشکیل شده از ملل مختلف ولی یک زبان واحد داره و هر کسی هم که بیاد باید اون زبان رو یاد بگیره تا بتونه شهروند امریکایی بشه. حالا ما در کشور خودمون که یک پارچه است، خوشبختانه فدرال هم نیست، باید این مراعات رو بکنیم واقعا و مستمسک دست تجزیه طلبا ندیم که یه راهی باشه برای تجزیه ایران. در آذربایجان هم دیدم تظاهرات شده بود چند وقت پیش، به زبان ترکی شعار میدادن. خب این درست نیست عزیزان من. اگر ایرانی هستی به اون زبان فارسی باید که زبان واحد هست شعار بده، که سایر نقاط هم، نقاط کشور هم بفهمن، به شما بپیوندن. من میدونم عمدن این کار نکردید، ولی حواستون جمع باشه که این کار رو، یعنی به زبان محلی شعار ندید، به زبان فارسی شعار بدید که بقیه نقاط هم بفهمن. لازم کنید و جمهوری اسلامی هم ببینه و دق بیاره. خب حضورتون میگم که این نکاتی که میخوام امروز اشاره داشته باشم بهش بسیار بسیار مهمه، و اون اینه که کوبا یکی از کشورهایی که از ابتدایی که انقلاب اسلامی در ایران فرم گرفت، انجام گرفت، در واقع همدست جمهوری اسلامی بود، حتی پیش از انقلاب اسلامی. یعنی زمانی که در واقع خمینی در شب 15 خرداد، یعنی شامگاه 14 خرداد که مصادف شده بود با عاشورای حسینی، گفتم به شما یک نطق مفصلی در مسجد اعظم قم کرد و بعد مردم رو تحریک کرد و بر ضد شاه، و گفت شاه رو با یزید مقایسه کرد و بعد گفت شاه اسرائیلیه، و بعد گفت اسرائیل نمیخواد قرآن در ایران حکومت کنه، اسرائیل نمیخواد علما در ایران حکومت کنن. ای کاش واقعا همچین چیزی بود، واقعا دست آخونده نمیافتاد این مملکت. به هر حال و شاه اسرائیلیه، ای پسر پهلوی کاری نکن که بگم تو کافری اسرائیلی هستی که مردم بیرونت کنن. این مزخرفات رو گفت. و بعد فردای اون روز در 15 خرداد حضورتون عرض کنم که یک تظاهرات بزرگی در، یعنی یه عده که از پیش در واقع تعلیم دیده بودن در همین کشورهای عربی مثل فلسطین، گوش میدید، فلسطین، دقیق میفرمایید، و حضورتون عرض کنم که لیبی و مصر زمان جمال عبدالناصر، عراق، لبنان و کوبا تعلیمات مبارزات مسلحانه دیده بودن. کیا اینا رو فرستاده بودن اونجا؟ حزب نهضت آزادی، حزب ملت ایران، حزب، حضورتون عرض کنم که اون یکی که بود چی بود، حزب ملت ایران، برحال سه تا حزب از گروه های جبهه ضد ملی، جبهه ملی که من میگم ضد ملی برای اینکه ملی دینی بودن، اینها رو از قبل فرستاده بودن در این مناطق
جنگ های چریکی، مبارزه های مسلحانه، سازماندهی انقلابی، رمزنویسی، اینا رو آموخته بودن. بخشی هم فرستاده بودن به کوبا، از جمله مثلا یزدی میگه من به غیر از که در مصر و اردوگاه های تروریستی فلسطینی این آموزش ها رو دیده بودم، به کوبا هم رفتم، در اونجا هم آموزش دیدم، عکساش هم من قبلا نشون دادم با فیدل کاسترو رهبر کمونیست حزب کمونیست کوبا. لازم کنید حالا خدمتتون بگم که یعنی از پیش از انقلاب فیدل کاسترو و حزب کمونیست کوبا این شورشگران انقلابی جمهوری ایران رو که جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن، اینها رو تعلیم دادن، مبارزات مسلحانه آموزششون دادن، این کارا رو کردن. یعنی از پیش از انقلاب اسلامی همکاری میکردن با انقلابیون، شورشگران. لازم کنید خمینی و دارودسته‌اش، ابراهیم یزدی، بازرگان، سنجابی، با اینا همکاری میکردن. که بعدم که انقلاب اسلامی فرم گرفت و متاسفانه پیروز شد، چی شد؟ کوبا یکی از دوستان صمیمی جمهوری اسلامی بود، همیشه هم یه سری آدماشو میفرستاد اونجا که مبارزات مسلحانه رو یاد سپاه پاسداران و بسیج و لباس شخصی ها و اینا بدن، به غیر از حالا فلسطین که اون مدک کی بوده یادم رفت اسمش، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، ای بابا حالا بله خیلی ممنون، یاسر عرفات. یاسر عرفات که اونم کسی بود که خیلی آموزش داده بود اینها رو، که اولین کسی هم بود که اومد به ایران و با خمینی کلی عکس داره و با بازرگان و سنجابی و یزدی و اینا، با اون دهن گشاد انقدری شد و با دماغش اینا قشقش داره میخنده در آغوش اینا عکس انداخته اینا، درست؟ اینا اینجاها تعلیم دیده بودن. حالا بله ببینید که کوبا بعد از 60 سال زورگویی حزب کمونیستش الان قیام کرده، مردم کوبا بلند شدن، مردم کوبا نشون دادن وقتی بلند میشن دیگه نمیشینن تا به هدفشون برسن. فکر نکنید رهبر حزب کمونیست کوبا الان در اونجا، اون هم بسیار جنایتکاره، بسیار خونریزه و کلا یک سیستم بسیار مخوف زیرزمینی ایجاد کرده یه حزب کمونیست کوبا در کوبا، ولی با این حال مردم بلند شدن و معترض هستن. و شما بدونید که وقتی که این دوستا و همکارا و همدستای جمهوری اسلامی، این دیکتاتورای جنایتکار یکی پس از دیگری از کار بیفتن، جمهوری اسلامی هم هر روز ضعیفتر و بدبختر میشه و هر روز بیشتر به پایان عمرش نزدیک میشه. بر همین من کوبا رو هم مطرح میکنم هر بار. الان ببینید کوبا دیشب آخرین کلیپی که من پیدا کردم، دریافت کردم از کوبا، ببینید چه جمعیتی. شماره 4 مهندس سیاوش خان، خیلی ممنون میشم اگر لطف بفرمایید. بله دیدید که چه شلوغه اونجا، ملاحظه میکنید؟ پس خوزستان ما شلوغه، مردم ایران الان در جای جای ایران در اعتصاب هستن، اعتصابات زیادی الان در ایران هستش و در کوبا تظاهراته. و یه نکته اساسی و بسیار مهم دیگه هم خدمتتون بگم و اون چیه؟ اخراج جمهوری اسلامی از سوریه است. اینقدر رفت پول خرج سوریه کرد، حج حافظ اسد کرد، حالا حافظ اسد خودش هم گفته که یعنی نیروهای سوریه، ارتش سوریه خودش میتونه امنیت و آرامش رو در مملکت برقرار کنه، احتیاج به شما نداریم، ده بوده که رفتی بریم بیرون، دارم بیرونشون میکنن، نه بیرونشون، سپاه قدس و نیروهای در واقع جمهوری اسلامی رو از سوریه که رفیق شفیق در واقع جمهوری اسلامی بود، اونجا هم دارن اینا رو با جارو میندازنشون بیرون، یعنی آشغالن. لازم میکنیم سوریه
پدر بشار اسد یعنی حافظ اسد هم یکی از کشورهایی بود که همین این تروریست های جمهوری اسلامی، همین هایی که در واقع در انقلاب اسلامی رو پایه گذاشتن، یه بخششون هم در سوریه رفته بودن تعلیم دیده بودن. مثلا اصلا قطب‌زاده اصلا پاسپورت سوریه‌ای داشت، قطب‌زاده پاسپورت سوریه‌ای داشت، لازم می‌کنید، و به زبان عربی هم خیلی خوب صحبت می‌کرد. و در سوریه خیلی ها رفته بودن اونجا مبارزات مسلحانه رو آموزش دیده بودن. هم حافظ ازت هم دست جمهوری اسلامی و خمینی بود و هم پسرش بشار اسد، که بشار اسد رو دیدیم که چقدر جمهوری اسلامی حمایت کرد ازش. از سال 2009 همینجور داره اونجا، حضورتون عرض کنم که سپاه پاسدارانی که فرستاده هیچی، همین سپاه قدس و قاسم سلیمانی و اسلحه و مهمات و پول ملت ایران رو گرفت و این خرج سوریه کرد و خرج همین این توی جنگ اخیری که با اسرائیل داشت، نوار غزه و حماس، موشک هایی که در واقع پرتاب میکرد برای اسرائیل حماس، بعدن تکه هاشو که پیدا کردن و کارشناس ها رفتن نگفتن اینها موشک هایی بوده که در ایران ساخته شده یا در ایران سرهم شده و جمهوری اسلامی داده به حماس و در سوریه در نوار غزه ازش استفاده کردن. این همه پول ملت ایران رو خرج اینا کرد، حالا بیرونش کردن از سوریه. پس ببینید هر روز داره ضعیفتر میشه جمهوری اسلامی، هر روز داره ضعیفتر. حالا بایدن بیاد نمیدونم تحریم ها رو ورداره، بگه پول های که تحریم شده و در فریز شده بوده در ژاپن و در کره جنوبی آزاد بشه، کاری که اوباما کرد، یه عالم پول گذاشت و هواپیما فرستاد واسه شون. همون کارم داره بایدن میکنه، ادامه راه اوباماست، ادامه سیاست اوباماست. من هیچ ترس و نگرانی از گفتن واقعیت ها ندارم، بدونید هم میهنانم، ولی با این حال روسیه هم بیکار نشسته. روسیه با بشار اسد یکی شد، جمهوری اسلامی رو انداخت بیرون از سوریه. خب یکی از پشتیبانان محکمش رو از دست داد جمهوری اسلامی، که اون کیه؟ روسیه، که با سوریه یکی هست. لازم میکنیم مهندسی هاشقا اگر لطف بفرمایید شماره 5، اخراج ایران جمهوری اسلامی از سوریه. اینا همه اخبار خوشی که دارم خدمتتون میدم، اینها نشون دهنده ضعیف شدن جمهوری اسلامی از اساس و پایه است. بنابراین هم میانونم زمان انقلاب واقعی شما رسیده، زمان اون همبستگی و اتحاد رسیده و زمان چی؟ قیام میلیونی هم رسیده. مهندس یاشقا اگه لطف بفرمایید کلیپ شماره 5، اخراج ایران از سوریه. اخراج رژیم ایران از سوریه با دست‌های خالی و خیانت روسیه. رژیم جمهوری اسلامی با صرف ده ها میلیارد دلار و دادن هزاران کشته باید سوریه را ترک کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اخیر خود گفت صلاح بر این شد که از سوریه خارج شویم، چون هم به نفع مردم ایران و هم مردم سوریه است. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در واکنش به این سخنان در مصاحبه گفت ما 30 میلیارد دلار به سوریه پول دادیم، تکلیف این پول ها چه می شود؟ باید اول پولمان را پس بگیریم. اما در سوریه چه خبر است؟ نشریه وال استریت ژورنال چندی پیش طی مقاله جامع اشاره کرد طی دو سال اخیر اسرائیل بیش از 200 حمله هوایی به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه و حتی غرب عراق انجام داده است، که این حملات باعث خسارات انسانی و مالی فراوانی برای ایران شده است. این نشریه می‌افزاید حملات اسرائیل چنان دقیق بوده که قطعاً نقش روسیه و حتی بخشی از ارتش سوریه در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در این حملات را غیر قابل انکار می‌کند. روسیه طبق توافقی محرمانه با اسرائیل مخالف ایجاد پایگاه دائمی برای جمهوری اسلامی در سوریه است و ارتش سوریه نیز حالا که بیشتر بر اوضاع مسلط شده نمیخواهد که جمهوری اسلامی با ایجاد حزب الله دیگر نقش ارتش سوریه را همچون ارتش لبنان به حاشیه برده و تضعیف کند.
بنابراین هم روسیه و هم سوریه امروز خواهان خروج ایران از سوریه هستند. حالا که بحران سوریه روزهای پایانی خود را پشت سر می‌گذارد، شاید بازنده اصلی این میدان جمهوری اسلامی باشد که با صرف ده ها میلیارد دلار از منابع خود در سوریه، آن هم در سخت‌ترین سالهای اقتصادی خود و همچنین با دادن هزاران کشته، امروز مجبور است در سکوت کامل سوریه را ترک کند. وال استریت ژورنال می افزاید سوریه حتی حاضر نیست با شریک کردن ایران در پروژه های بازسازی بخشی از دین خود به این کشور را ادا کند و عمده شرکت های ایرانی از مناقصات عمرانی سوریه محروم شده و جای آنها را شرکت های روسی و چینی اشغال کرده. حقتونه. شما وقتی که به ملت خودتون اینقدر خیانت کردید و خیانت میکنید، اینم نتیجهش. 30 میلیارد دلار پول دادید به سوریه، غلط کردید که دادید، پول ملت ایران دادید به اونا. پولتون پس بگیرید، از کی پس بگیرید؟ ها، کی برات به شما پول پس میده؟ دیوانه های عوضی روانی، یعنی یک سری روانی دیوانه قاطی. ببینید که بیرونتون کردن، روسیه اومد به سوریه گفت بندازشون بیرون، انداختن بیرون. بازیچه بیش نیستید، بازیچه شما بیش نیستید. دلیلش هم چی بوده؟ حملات همین حملاتی که حماس شروع کرد ابتدا از نوار غزه، موشک پرانی به طرف اسرائیل. میگه جوابش یا حملات اسرائیل به حدی به مواضع جمهوری اسلامی قوی بوده در سوریه، که به حدی قوی بوده که برای دیگه سوریه یا اصلا صرفی نمیکنه که جمهوری اسلامی بخواد پایگاه دائمی در سوریه داشته باشه. ملاحظه میکنید؟ با دم شیر بازی میکنه. همینه، بهتون گفتم وقتی که شروع کرد به موشک پرانی، گفتم چیه این جنگ پشه با حبشه؟ آخر تو رو چه به اسرائیل، تو یه دونه قایق موتوری نمیتونی بسازی برای تو دریا بندازی؟ هیچ غلطی نمیتونی بکنی؟ مثلا میای موشک هوا کنی، موشک نرفته هوا میاد ویژی پایین، تو چه به این غلط ها پروگی میکنی؟ ارزه لوله آفتاب ساختنم نداری، حالا اومدی چی میگی؟ فکر کردی واقعا کسی هستی، چیزی هستی؟ دیدی که ترامپ چجوری اون سرکرده سپاه پاسدارانتون، که بعداً فهمیدیم سرکرده سپاه قدس هست، سرکرده حشد الشعبی هست، سرکرده داعش هست، سرکرده حوثی‌های یمن بوده، یعنی این قاسم سلیمانی سرکرده تمام این گروه های تروریستی بود، چی کارش کرد؟ نه جنگی، نه خونریزی، نه چیزی. با سه تا دیگه از سرکرده های گروه های تروریستی حشد الشعبی و غیره رو چارتایشون رو با هم ویش از اون بالا با هواپیمای بدون سرنشین با پهپاد زد جزغالشون کرد که یه دستش باقی مونده. حالا یه دستش ور دارین جا کلیدی بسازین، نمیدونم عکس بندازین، نشون میده که اصلا ارزه هیچ کاری از زورتون فقط به این رسیده که ملت ایران رو بزنید بکشید، اموالشون رو به تاراج ببرید. همین، اونم بخش اعظمش به کمک نیروهای بیگانه است. دیدید که الان چیکار کردن سوریه که اینقدر پول ملت ایران رفتید اونجا خرج کردید، بیرونتون کرد. حالا میگه خیانت روسیه به ایران. چه خیانتی؟ مگه روسیه بخشی از ملت ایران بوده که حالا خیانت کرده باشه به دولتش؟ سیاست دیگه، دیده بود بیشورن، نفهمن میتونه ازشون استفاده کنه، خب کرد. حالا دیگه کارش تموم شده، انداختشون بیرون، مزاحمن، انداختشون بیرون. خیلی خوب، شماهایی که به ملت ایران خیانت میکنید، ببینید چه مزه داره وقتی انداختتون بیرون. بنابراین باز برمیگردیم سر اون نکته اصلی، و اون چیه؟ اینی که نشون داده میشه که جمهوری اسلامی متحدینش دارن کنارش میذارن، اونایی هم که کنار نمیذارنش وضع خودشون بسیار بسیار خرابه.
سوریه که از متحدینش بود که انداختش بیرون، حالا میگه ما بریم بیرون بهتره، هم به نفع ملت ایرانه هم به نفع ملت سوریه. الان یادت افتاد بعد از اینکه زدن تو سرت بیرونت کردن، پولاتم خوردن و ندادن، حتی پول ملت ایران بود ولی اینا که خرج ملت ایران نمی کردن، اما به تک خوردن یه تو سری هم زدن به اینا. خب اون که بیرونت کرد از متحدینت، کوبا که خودش وضعش خرابه، یکی باید به داد کوبا برسه، به داد در واقع حکومت کمونیستی کوبا برسه که امیدوارم هر چیز سودتر سرنگون بشه. کمونیست در دنیا دیگه بای بای بسه، یه نزدیک یه قرن جنایت کرد، خون ریخ، بسیار بسیار فجیع بود، حکومت بسیار مخوفی بود، ولی یکی پس از دیگر، یعنی با سرکرده اصلیش که پدر اصلی کمونیسم بود شوروی بود، روسیه شوروی بود، وقتی اون سقوط کرد سرنگون شد دیگه، پس از اون بلافاصله کشورهای اروپای شرقی رو که روس شوروی دست انداخته بود چنگالش رو روش، یکی پس از دیگری آزاد شدن و خودشون رو آزاد کردن. حالا مونده یه کوبا و کره شمالی و چین، که کوبا هم که الان ببینیم اوضاعش چه حالیه، کره شمالی هم وضعش بهتر از اینا نیست، ملاحظه میکنید. خب چینه که حزب کمونیستش داره بیداد میکنه، امیدوارم که اونم نوبتش بشه، ملاحظه میکنید و میشه. الان در حزب کمونیست چین در واقع به صورت کمونیسم عمل نمیکنه. کمونیسم یعنی چی؟ یعنی سرمایه های شخصی ممنوعه، همه چیز سمیر سرمایه ها در دست دولته، شما نمیتونی از خودت یه بیزنس، یه مغازه داشته باشی، یه فروشگاه داشته باشی، یه ملکی حتی داشته باشی. ولی الان دیگه کمونیست چین به این معنا نیست، خیلی اصلا بیان اونجا سرمایه گذاری میکنن و کار میکنن اینو. بنابراین بخش اعظم ایدئولوژی مارکس که در کمونیسم هستش اجرا نمیشه در چین، از به کمونیست چین. اون بخش دیگهش که مخوف و زورگو و اینا، اون الان فعاله، ولی در کل اون ایدئولوژی اصلی کمونیسم در اونجا فعال نیست دیگه، در خود چین هم ملاحظه میکنیم. برحال برگردیم سر ایران که گفتم وضعش روز به روز خرابتر میشه خوشبختانه. و خدمت شما بگم که گروه هایی که همکاری کردن در انقلاب اسلامی 57 که هنوز که هنوزه اون بخششون که زندن در قید حیات هستن، که فسیل شدن، ولی باز هم چیکار میکنن؟ باز هم با دول بیگانه همکاری میکنن برای بقای رژیم، برای بقای رژیم جمهوری اسلامی. لازم کنید حتی اگه خودشون مردن فرزندانشون و نوادگانشون همکاری میکنن. شما هیچ وقت دیدید این بی بی سی یک بار یک طرفدار 100% نظام پادشاهی رو، که در واقع طرفداران نظام پادشاهی رو به عنوان یک حامی کامل پادشاهی مشروطه قبول داشته باشن، دعوت کرده باشه باش مصاحبه کنه؟ نه، ندیدید. اونایی هم که به عنوان پادشاهی خواهی میرن همشون در واقع یه چرخشون میلنگه، با قول آقای وطن خواه معمولا میگن چرخش میلنگه، بله یه چرخشون میلنگه. یک نفر که 100% طرفدار نظام پادشاهی پارلمانی پهلوی باشه دعوت نمیکنه هرگز. از پیش از انقلاب اسلامی که اون شر و شور رو انداخت و دروغ و دغل درست کرد، هر روز ساعت 9 شب که میشد چی میشد؟ مردم میشستن پای رادیو بی بی سی که بی بی سی چیکار کنه؟ یه سری حچفیات بگه، دروغ و دغل، تهمت بزنه به رژیم شاه و به شخص شاه، و بعد تعیین کنه تظاهرات فردا رو که از چه ساعتی شروع میشه، از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، و به مردم آموزش بده که بانک ها رو آتیش بزنید، شیشه های ادارات دولتی رو بشکنید، چه و چه. کار بی بی سی پیش از انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی رو فرم داد، جهت داد، ملاحظه میکنید؟ بعد از انقلاب هم همچنان به دروغگویی بر ضد خاندان پهلوی ادامه داده تا همین امروز که دارم با شما صحبت میکنم.
هنوز بخشی از این اصلاح طلب، به اصطلاح اصلاح طلب، اونا که اصلاح طلب نیستن، یه سری از خود افراد رژیم رو ظاهر قضیه برای فریب مردم کردنشون اصلاح طلب، که مثلا بگن دو جناح در جمهوری اسلامی با هم نمیسازن، همشون یه یکه سراپا یه پارچن یه کرباسن. آره سرتاپا هر دوتاشون یکی هم یکی هم ملازم میکنین. همین امروز هم خیلی همت کنه یکی از همون اصلاح طلبای قلابی رو دعوت میکنه، باز چیه؟ باز بدگویی از نظام پادشاهی پهلویه، باز به نوعی بخوان این نظام رو حفظ بکنن. و اینا کیا رو دعوت میکنه؟ نوریزاد و اون زیبا زشت کلام و فرخ نگهدار، اینا همونایی که در انقلاب اسلامی نقش داشتن و دست داشتن و سهیم بودن. و حالا هم هنوز که هنوزه یکی هم میکنه کنه، یه برادر دوقلو هم پیدا، دوقلو نه، یه برادر کوچیکتر هم بر خودش درست کرده. چرا؟ چون مردم دیگه متوجه شدن، نگاه نمی کنن بی بی سی رو و اینها آمار میگیرن، میبینن ریتینگشون اومده پایین. اینی که الان چند ساله یه رسانه دیگه درست کردن که پایش تو همون لندنه، یکی دو تا دیگه رسانه درست کردن که پایش تو همون لندنه و اهداف در واقع همون اهداف دولت انگلیس و ملکه انگلیس رو پیش گرفته، منتها حواسش جمعه که چجوری مردم رو فریب بده. یه دو تا از کلیپ‌های تظاهرات رو نشون میده، بعد دو چند تا آدم رو دعوت میکنه که چیکار کنن، باز بعد ویدا بگن به نظام پهلوی و ایراد بگیرن از شاهان پهلوی و دروغ دقل درست بکنن. رازه میکنین یه بخشی رو میخواستم در رابطه با بی بی سی برای شما بخونم، اجازه بدید. بله، نقش بی بی سی در انقلاب 57. میگه در روزهای منتهی به فاجعه 57 گوش بسیاری از مردم ایران به رادیو بی بی سی بود و ساعت 9 شب که میشد همه منتظر شروع اخبار بودند و به دقت به اراجیف سرسپردگان اجنبی که محتوای چیزی جز پهلوی ستیزی و ستایش خمینی ملعون نبود گوش میدادند و از طریق این رادیو از مکان و زمان شورش روز بعد با خبر میشدند. تشویق مردم ساده و هیجانی به اعمال خشونتبار و تخریب و قتل و آتش سوزی کار را برای گروهک های تروریستی سازمان کارهای تروریستی سازمان یافته، از جمله چریکهای فدایی خلق، مجاهدین خلق، چماق‌کشان مصدقی و فدایان اسلام و سایر اوباش راحت‌تر می‌کرد تا به مقاصد شوم خود نزدیک‌تر شوند. ببینید نقش رادیو بی بی سی چقدر واقعا مهم. در این بین افراد معروف به اصطلاح روشنفکر که هر کدام بنا به کینه شخصی با شاهنشاهی پهلوی و دشمنی که می‌کردند وظیفه تحریک و فریب دانشجویان و تحصیل کردگان از طریق نشریه ها و ترانه ها و کتاب هایی که چاپ و توزیع آنها عمدتاً در دست توده‌ای ها بود را به عهده داشتند تا بتوانند مملکت را به لجنزار جمهوری اسلامی بیاندازند. ملت بزرگ ایران اگر هر چیز را ببخشد هیچگاه خیانت به خاک ایران را نخواهد بخشید. واقعا نخواهیم بخشید خیانت به خاک ایران، خیانت به ملت ایران، خیانت به کشور ایران را نخواهیم بخشید. هیچ ایرانی وطن پرست نخواهد بخشید و بدون شک حتی استخوان‌های خائنین به درک واصل شده را نیز از خاک درآورده و دادگاهی می‌کنیم تا درس عبرتی شود برای هر آن کسی که فکر خیانت به
ایران رو در سر می‌پروراند. روز حسابرسی روز زیبایی خواهد شد به امید رهایی ایران از چنگ آخوندهای مکار و مفتخور و جنایتکار اسلامی غیر ایرانی. لازم می‌کنید به شما بگم که جوتاز کنم که ببینم چقدر فرصت هستش. این مهندسی آشخان نازنین اگر لطف بفرمایید در رابطه با این بی بی سی میخوام خواهش کنم از شما شماره 6 که شماره 6 رو بذارید جالب بینندگان ببینم. بخش فارسی رادیوهای دولت‌های خارجی به ویژه بی بی سی نبض خبررسانی را در دست میگیرند. اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. تا چند ثانیه دیگر با صدای در این رادیوها افرادی با گرایش‌های انقلابی مشغول بکارند و رسانه‌های برون مرزی را پل ارتباطی آیت الله خمینی و انقلابیون می‌کنند. همزمان با رادیوهای خارجی برخی انقلابیون خارج از کشور نیز اقدام به انتشار نشریه می‌کنند. هفته‌نامه ایران شهر به سردبیری احمد شاملو یکی از مهمترین این نشریات است. شاملو عضو شاخص کانون نویسندگان و از جمله شاعران چپگرا و پرطرفدار است که در سرمقاله های خود تلاش دارد روحیه انقلابیون را بالا ببرند. برخی از مطالب نشریه ایران شهر انقلابیون به اقدام های خشنتر و مسلحانه دعوت می شوند. به شما بگم واقعا احمد شاملو یکی از اون خائنینی بود که بسیار بسیار به ایران خیانت کرد. مرد بسیار بی‌چشم و روی بود. چرا؟ چون وقتی این بیماری قند داشت مریض بود، حالش خراب بود، دولت شاهنشاهی ایران با پول دولت شاهنشاهی این رو فرستادن اروپا، الان یادم نیست انگلیس یا فرانسه، برای معالجه بکنه برگرده بیاد ایران، که معالجه کرد بعدش اومد ایران. چیکار کرد؟ با انقلابیون دستش توی کاسه بود، بر ضد شاه، بر ضد خاندان پهلوی، بر ضد رضا شاه شعر به سرایی با اون شعرهای آشغالیش که واقعا اصلا زیبایی نداشت شعرش. به هر حال من لبخند را روی لبانم حکاکی کردم، که خب چقدر شعرت قشنگه، به 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 آفرین. به هر حال این احمد شاملو این همه در واقع خدمت کردن خاندان پهلوی به اینا و خود شخص محمد رضا شاه، و این چه خیانتی کرد با این جمهوری اسلامی و خمینی و دار توده‌ای بود دیگه، دستش توی کاسه بود. چقدر در دوران انقلاب بر ضد شاه تهمت‌های دروغ زد، مطلب نوشت، سرمقاله نوشت، مقاله نوشت، گفتش دیگه هفته نامه ایران شهر مال این بود. چه اسمی دارم روز گذاشته؟ ایران شهر یکی از نشریات بسیار بسیار با آبروی دوران مشروطیته، که این اسم زیبا رو برداشته گذاشته روی اون نشریه یک خودش، که در واقع اهداف حزب کمونیست شوروی رو پیش گرفته، حزب توده رو. ملاحظه میکنین حزب توده برای کی کار میکرد؟ برای در واقع به شوروی خدمت میکرد، روسیه شوروی خدمت میکرد. اصلا توده‌ای ها معروفن به توده‌ای نفتی، چون زمانی که ساتچیکوف نماینده روسیه، زمانی که در واقع ارتش روسیه شوروی در جنگ جهانی دوم بدون دلیل به اتفاق ارتش انگلیس به ایران حمله کرده بودن و در خاک ایران بودن و آذربایجان رو تجزیه کرده بودن و اینها به کمک ایادی ایرانیشون، نماینده استالین آمد به ایران، از دولت ایران چی میخواست؟ امتیاز نفت شمال رو. دیده بود نفت جنوب و انگلیس ها دارن میخورن، پس نفتش قاجارا داده بودن امتیازش رو دیگه به دارسی، نفت شمال هم بدیم به ما، چون ارتششون هم تو خاک ما بود. فکر کردن دولت ایران زیر بال میره، که نرفت. نه حکیمی رفت زیر بال که نخست وزیر بود، نه بعد از اون سهیلی رفت زیر بال، نه هیچ کدومشون زیر بالش نرفتن، وطن پرست بودن. و حضورتون عرض کنم که ولی توده‌ای تظاهرات عظیمی گذاشتن به حمایت از
شوروی که نفت شمال باید مال شوروی باشه، که در ایران این معروف شدن به توده نفتی. نظرم کنید آخه کدوم انسانی میتونه وطن پرست باشه، وطن دوست باشه که بگه نفت مملکت منو بده به یک کشور دیگه، امتیاز کلشو بده به اون. این احمد شاه، این حزب توده به واقع خیانتکار بود، تمام اعضاش هم خیانتکار بودن. بنیانگذاراش کیا بودن؟ شاهزاده های قاجار. وقتی که رضا شاه رو از ایران بردن به تبعید در شهریور 1320، یه ماه بعدش یعنی در مهر ماه 1320 حزب توده تشکیل شد. سرکردهای حزب توده کیا بودن؟ سلیمان میرزا اسکندری از شاهزاده های درجه یک قاجار با دو تا دیگه از برادراش. سازمان زنان حزب توده رو کی میچرخون؟ مریم فیروز. مریم کی فیروز کی بود؟ از شاهزاده های معروف قاجار، دختر فرمان فرما، شاهزاده معروف قاجار، از نوادگان فتحعلی‌شاه قاجار. لازم میکنید و حضورتو عرض کنم که دختر دایی دکتر مصدق هم میشد مریم فیروز، در ضمن خواهر شوهر خواهر دکتر مصدق هم میشد، یعنی برادر مریم فیروز نصرت الدوله فیروز خواهر دکتر مصدق رو گرفته بود. لازم کنید یعنی هم دختر دایی پسر دایی بودن، همین که ازدواج هم داشتن تو فامیلشون. اون وقت این خانوم که خودش مریم فیروز و پدرش از فودال‌های بزرگ ایران بودن در حزب توده بودن، سازمان زنان حزب توده رو دست مریم فیروز بود. یعنی حزب توده تشکیل شده بود از آخوندها و شاهزاده‌های قاجار، کسایی که دشمنی داشتن با رضا شاه و پهلوی‌ها که دست اینا رو کوتاه کرده بود از چپاول ایران، اینا رفتن حزب توده تشکیل دادن. حالا افراد توش هم واقعا یکی از یکی خائن‌تر و جنایتکارتر. یکیش همون خسرو روزبه بود که افسری بود در ارتش ایران، پنهانی عضو حزب توده بود، که اعضای حزب توده هر کدوم که میخواستن بیان بیرون اینا رو خود توده یا میکشتن. یکی از کسانی که مأمور کشتن بود همین خسرو روزبه بود و بعد جسدشون رو میبرد توی بیابونهای کرج مینداخت و میامد. حالا خسرو روزبه از قهرمانان حزب توده، یک جنایتکار بالفطره. یا همین احمد شاملو، 10 کلاس بیشتر سواد نداره، 10 کلاس بیشتر درس نخونده احمد شاملو. ملاحظه میکنین وقت چنان اینو گندش کرده بود حزب توده، آدم فکر کرد این چه دانشمند مهمیه. آمده بود اینجا، البته من اون موقع آلمان بودم، وقتی آمده بود اینجا رفته بود دانشگاه برکلی، شروع کرده بود به فردوسی بد و بیرا گفتن. آخه تو کجا فردوسی کجا با اون سواد در کلاسیت؟ به فردوسی که کلی بعد و بیرا شنید و برگشت رفت. ملاحظه میکنید این از احمد شاملو. و اون وقتی که میگم اینا خائن بودن و اون جبهه ضد ملی که گفتم کلی آدم فرستاده بود بیرون، اینا تعلیم دیده بودن، جوانان رو فریب داده بودن، اول آورده بودن توی گروه های اسلامی، بعد اینها رو برده بودن به کشورهای عربی، در اونجا در مبارزات مسلحانه و اینا آموزششون داده بودن. حضورتون عرض کنم که اینها، این جبهه ضد ملی، زمانی که محمد رضا شاه میخواست جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا که بسیار منابع و معادن داره به غیر از نفت و گازی که داره، منابع و معادن دیگر سرشاری داره، پس بگیره از انگلیسا، آقایون جبهه ملی مخالفت میکردن. آخه شما چه جور ملی هستین؟ از میخوام من یه خود صدام خوش شده دهم. شما چه جور ملی هستید که نمیذارید پادشاه مملکت مناطقی که انگلستان در دوران قاجار به خاطر بی عرضگی شاهان قاجار از ما گرفته بود رو پس بگیره؟ مخالفت میکنین، علنا مخالفت کردن. الان از من سیوش خواهم خواهش کنم روزنامه‌شون رو نشون بده، منم براتون میخونم. شماره 8 هست. من سیوش خواهم ممنون میشم اگر نشون بدید. خیلی ممنون. خب این روزنامه باختر امروز در کل اولین بار
حسین فاطمی در واقع وزیر خارجه مصدق این رو تشکیل داده بود، درست کرده بود که انقدر اون موقع به شاه فوش میداد که بیا ببین. حالا بعد که حسین فاطمی رو بالاخره گرفتند و محاکمه شد و اعدام شد و غیره، این جبهه ملیچیا در واقع دوباره این روزنامه رو منتشر میکردن با همون نام باختر امروز به یاد حسین فاطمی. خب حال ببینید چی نوشتن اینا، تعنی میکنم دقت بفرمایید، بسیار بسیار مهم خیانت اینها به ایران و ایرانی که همین امروز هم باز دارن خیانت میکنن، همین امروز هم جاشون توی این تلویزیون های لندنیه. خب روزنامه باختر امروز دست چپ میبینید درست نوشته جبهه ملی ایران، این ورش جبهه ملی با نقش و نگار. از اونجایی که هایلایت قرمز داره براتون میخونم، نوشته که سازمان های جبهه ملی ایران در خاورمیانه با شدت سیاست ارتجای شاه را در همه زمینه ها و همچنین در مسئله سه جزیره ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک رد می کند و با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است. آخه بیشور یا اینکه نادان یا اینکه وطن فروش، شاه که جزیره رو نمیتونه بگیره بذاره تو جیبش، جزیره رو برای کشور ایران برای ملت ایران داره پس میگیره، عوض که ازت حمایت کنی میگی با چی، با چیشو، با شاه مخالف، با تسلط شاه به این سه جزیره، تسلط شاه یا تسلط کشور ایران یا تسلط ملت ایران، اصلا تسلط چیه؟ این سه جزیره مال ما بود در دوران قاجار، به خاطر بی ارزگی شاهان قاجار انگلیس ها از ما گرفته بودن. تو پشت انگلیسی یا پشت ملت ایرانی؟ جبهه ملی خجالت هم نمی کشی؟ اینا بودن که شاه رو برکنار کردن دیگه. ببینید چجوری مطلب می رسه که مردم رو فریب میده. با نمیگه تسلط متعلق به ایران بوده، برگشته به ایران، برمیگرده به ایران، میگه با تسلط شاه با این به این سه جزیره مخالفه. واقعا که رو داری. ادامه میدم، میگه با تسلط شاه، نمیدونم چقدر فرصته، حالا اینو میگم، با تسلط شاه بر این جزایر مخالف است. شاه و امپریالیسم نقشه سرکوبی نیروهای انقلابی ایران و عرب را در این منطقه تحریزی میکنند. به تو چه عرب؟ عرب به تو چه؟ جبهه به اصطلاح ملی، واقعا که خوب اسمی رود گذاشتم، ضد ملی. میگه شاه یک دست نشانده امپریالیسم، به خاطر که این جزیره ها را از انگلیس میخواد پس بگیره، شاه شده یک دست نشانده امپریالیسم. اونا شاه دست نشانده امپریالیسمه یا شماها که باهاشون کار میکنی؟ هم با انگلیس کار میکردید هم با آمریکا. به قول خود بازرگان در انقلاب، در کتاب انقلاب در دو حرکتش میگه، میگه ما از 24 سال پیش هم با آمریکا کار میکردیم هم با اروپا برای سرنگون کردن شاه. به هر حال میگه شاه یک دست نشانده امپریالیسم و پاسدار منافع آن در خاورمیانه است. انقلاب فلسطین و دیگر انقلابهای عرب و مردم ایران منافع امپریالیسم و موجودیت آن را در این منطقه تهدید میکنند. انقلاب فلسطین منافع امپریالیست را تهدید میکنند. به تو چه فلسطین؟ و امپریالیسم به خاطر سرکوبی این جنبش ها و در ازای همگامی شاه با اسرائیل. ببینید همون تهمت هایی که خمینی به شاه میزد و جمال عبدالناصر به شاه میزد که با اسرائیلی، همون تهمت ها رو کی؟ جبهه ضد ملی داره به شاه میزنه که شاه با امپریالیسم یعنی انگلیس و اینا و اسرائیل کار میکنه. میگه چی؟ برای چی میخواد با اسرائیل و با انگلیس کار میکنه؟ چون میخواد این سه جزیره رو پس بگیره. آخه بی وجدانا، این سه تا جزیره که دست انگلیس بود، اگه شاه پس میگرفت که به ضرر انگلیس تموم میشد، حالا با امپریالیسم کار میکنه، یعنی با انگلیس کار میکنه، با اسرائیل کار میکنه. خب میگه در ازای همگامی شاه با اسرائیل کمک های خود را بی دریغ در اختیار شاه قرار میداد، امپریالیسم و اسرائیل.
میگه خلق ایران با رژیم شاه مزدور از کی مزد میگرفته؟ شماها مزدور بودید یا شاه؟ میگه خلق ایران با همین دروغ‌ها انقلاب رو انداختن دیگه. میگه خلق ایران با رژیم شاه مزدور و سیاست‌های آن کوچکترین توافقی ندارد. نه، شماها توافق ندارید، ما ملت توافق داشتیم و داریم، شماها فریبشون دادید با این دروغ‌ها. میگه توافقی ندارد و آماده است که دوش چی؟ من خیلی ریزه با چیز دارم میخونم، زرده بین. و آماده است که دوش به دوش برادران فلسطینی خود و دیگر نیروهای آزادی بخش علیه امپریالیسم و ارتجاع مبارزه کند. تنها راه مقابله با شاه و دیگر مرتجعین قیام مسلحانه مردم است. خیلی ممنون مهندس یواش خان، اگه ممکنه بیم داخل. بله، این هم از چی میگه، یک کلم از مادر عروس. این هم در چه تاریخی چاپ شده؟ در سال 71، در اول ژوئیه 1971، 8 سال پیش از انقلابه، که شاه داره تلاش میکنه این سه جزیره رو پس بگیره از دولت انگلیس. اون وقت این جبهه ضد ملی که اسم خودشو گذاشته ملی، عوض این که بیاد حمایت بکنه از شاه که این بخش ها رو پس بگیره، داره میگیره، تلاش داره میکنه پس بگیره، داره میگه اصلا مخالفه با اینکه شاه این مناطق رو پس بگیره. نمیگم پس بگیره، با تسلط شاه بر این سه جزیره مخالفه. شاه عامل امپریالیسم، با اسرائیل کار میکنه و بر همین هم هستش که تنها راه مقابله با شاه مزدور قیام مسلحانه هست. بله، که افراد رو، بر جوانان رو فریب میدادن. اول از طریق مذهب اسلام میبردن به این کلاس های قرآن طالقانی، میبردن به انجمن های دانشجویی اسلامی که بازرگان و علی شریعتی، دکتر علی شریعتی که موقع دکتر نبود، دکتراش هم آخرش هم قلابی بود، اونی که از پاریس گرفت، حالا تأسیس کرده بودن انجمن های دانشجویی اسلامی، میره جوانا رو میکشوندن به اونجا. اول مغزشون رو با احکام اسلامی شستشون میدادن، خوب ضد شاه میکردن، و بعد هم میفرستدن به این کشورهای عربی منطقه که ضد شاه بودن، در اونجا مبارزات مسلحانه رو آموزش میبینن، از جمله به کوبا هم همینطور، و بیان بر علیه شاه قیام مسلحانه بکنن که رژیم شاه رو برکنار بکنن، که برکنار کردن. حالا دیگه اقلن الان لال بشید، اینقدر پررو نباشید، اینقدر گستاخ نباشید، دوباره هی بیایید بشینید تو این. اون مجاهدین که اصلا آبرو براشون، یعنی آبروی ندارن، اینقدر که جنایت کردن در دوران محمد رضا شاه، و حضورتون از کنم بسیاری از سرکرده های ارتشیان رو همین مجاهدین اعدام کردن، ملاحظه میکنید؟ یک آدم های قسی القلب میوجدانی هستن که حساب نداره. بارها واسه تون توضیح دادم مجاهدین رو، که موقع که با عراق ما جنگ داشتیم، سه حمله ایران به ایران کردن، که زمانی که ارتش ایران مشغول جنگ با صدام بود، اینها از شمال غربی ایران به منطقه کرمانشاه و سر پل ذهاب و اون مناطق حمله کردن، که هموطنان عزیز میهن پرست کرد ما در منطقه کرمانشاه و اطراف با دست خالی جنگیدن با این مجاهدی. برحال اینا حالا هنوز که دوباره فعال شدن از ترس اینکه مبادا شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگرده. چرا؟ چون خواست ملت ایران نظام پادشاهی پهلویه. ملاحظه میکنید؟ همشون به جوش خروش افتادن. از اون طرف همین امپریالیست، یعنی همین دولت‌های غربی و گلوبالیستا، و حضورتون عرض کنم که اینها دارن با هم همکاری میکنن که چی؟ آلترناتیو برامون بسازن، که این همه شعار نمیدونم رضا شاه، روحت شاه، شاهنشاه، معذرت معذرت،
چیز ولی عهد کجایی به داد ما بیایی دادن. این تلویزیون های فارسی زبان لندنی این سوا کردن کلیپ ها رو، کلیپ هایی که این شعارها درش بود نشون ندادن. یک کلیپی که خود مزدورای رژیم ساخته بودن جمهوری ایرانی، اونو انگوش گذاشتن، عمدش کردن، بلدش کردن، بزرگش کردن، گذاشتن. ما ملت ایران جمهوری نمیخواهیم، ما وطن پرستان جمهوری نمیخواهیم. کاری که با افغانستان کردید با ایران نمیتونید بکنید. دست تمام این گروه ها برای ما باز شده است دیگه، دیگه نمیتونید برای بار دوم یا بار هزارم فریب بدید ما و ملت ایران رو. مطالب دیگه هم بود، به هر حال من هفت رو عرض میاد. امیدوارم که همیهنان ما در ایران تظاهرات رو در سایر نقاط ایران هم ادامه بدن و همچنین همیهنان ما به زبان محلی خواهش میکنم شعار ندید. اگر امکان داره لطف بفرمایید به زبان فارسی شعار بدید که سایر همیهنانتون در سایر نقاط ایران هم متوجه بشن و بپیوندن به کوری چشم جمهوری اسلامی. روزهای پایانیشو داره میگذرونه. مهندسی وشخان گرامی، اگر فرصتی هست لطف بفرمایید کلیپ همیاری رو بذاریم، اگر نه که امیدوارم همیهنان واقعا همیاری بکنن برای این رسانه. وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب وطنم بود آن که زیبا بود، بهترین سرزمین دنیا بود، وطنم سرزمین عشق و غزل، وطنم نور و آب و عطر و عسل، وطنم چشمه سپید و شیر، وطنم آفتاب عالمگیر. ققنوس باز هم پیداست، وطن من همیشه پا بر جاست، شاعرانش به خواب و خون کشند، گردن حافظش به تیر زنند، باز میخواند این همیشه غزل، این گلستان نور و عطر و عسل، گل لبخند از لبش جاری، وطنم سرزمین بیداری، خفته بر بام آسیا وطنم، شاه بیت قصید وطنم. ای ایران، ای مرز پر گوهر. خب از نازنینانی که لطف کردن، همیاری کردن، بسیار بسیار سپاسگزارم.
واقعا تلویزیون خودتونه، تلویزیون ملی میهنی ایران آریایی، که واقعا کسانی که توش زحمت دارن میکشن در این تلویزیون واقعا همه ایران پرستن و بسیار وطن دوستن. از مدیر این تلویزیون گرفته یک وطن پرسته به تمام معنا، سیاوش خان گرامی، مهندس سیاوش خان گرامی یک وطن پرسته به تمام معنا، مهناز خانم عزیز یک وطن پرسته به تمام معنا، واقعا بسیار بسیار وطن پرست هستن و برای ایران کار میکنن. برنامه سازام همینطور. البته من از نزدیک هیچ کدومو نمیشناسم، ندیدم، چون من یه جای دیگه زندگی میکنم، از طریق اینترنت با شما ارتباط برقرار میکنم. خب من نام نازنینانی که لطف کردن همیاری کردن رو میخونم خدمتتون. بانوی ناشناس $30، ممنونم، سپاسگزارم. پریوش خانم عزیزم $30، مرسی، سپاسگزارم. آقای مهداد گرامی از انگلستان $20، ممنونم، مرسی. آقای هوتن گرامی از انگلستان $45، ممنونم، مرسی، سپاسگزارم. حضورتون عرض کنم که آقای بابک گرامی از کانادا $20، سپاسگزارم، ممنون. صلح و آزادی $50، ممنون، سپاسگزارم. خانم بانو فری میم $30، سپاسگزارم، مرسی. کورش ایران پرست $20، سپاسگزارم، خیلی ممنون. دکتر گرجی گرامی $125، ممنونم، مرسی، خیلی سپاسگزارم. آقای الکسیس گرامی $100، سپاسگزارم، مرسی. خانم خاطره $50، سپاسگزارم. آقای سیامک گرامی از شیکاگو $50، سپاسگزارم، مرسی. صلح آزادی رم خوندم $50، سپاسگزارم. قهرمانی گرامی خانمی آقا برحال سپاسگزارم $20. خدمتتون بگم که آزادی ایران $300، ممنونم، مرسی، سپاسگزارم. واقعا حضورتون عرض کنم که خانم آذر نازنین عاشق ایران و ایرانی و دکتر مهران ملکی شجاع و نترس ایرانی من، خیلی ممنونم، مرسی آذر خانم، شما رو هم منم خیلی دوستتون دارم، ندیدمتون ولی همیشه از یاران تلویزیون هستید. $307. پس چی شد؟ آذر نازنین، بانو آذر نازنی عاشق ایران و ایرانی و دکتر مهران ملکی شجاع و نترس ایرانی من $307. مرسی، سپاسگزارم از یکایک که شما نازنینانی که لطف کردید همیاری کردید. سیما این $100، ببخشید اینو یادم رفته بود بخونم، سپاسگزارم، مرسی واقعا از یکایک که عزیزان. خیلی ممنون. بله بانو پری قویدل عزیزم $200، خیلی خیلی سپاسگزارم، واقعا نشون میده که همه نازنینانی که همیاری میکنن واقعا نشون میده که چقدر وطنشونو دوست دارن، چقدر هممیهنشونو دوست دارن وقتی از این تلویزیون حمایت میکنن. به شما بگم ها، رسانه های دیگه همه رفتن روی اینترنت نیستن، فقط تلویزیون ایران آریایی که مثل شیر سر پا ایستاده و در ایران دیده میشه روی ساتلایت. بنابراین از رسانه خودتون دارید حمایت میکنید، بسیار سپاسگزارم. و این رسانه هم سعی میکنه که آگاهی های لازم رو به شما بده. با سپاس فراوان از مهندس سیاوش خان گرامی که خیلی زحمتشون دادن باز امروز، و برای شما عزیزان شب و روز خوشی رو آرزو میکنم. روز و روزگار خوش. درفش ای درفش، ای درفش کاویان، ای کهن ترین درفش، پرچم هخامنش، افسر نژاد پاک، فر و تاج کشورم، فر و تاج کشورم، اختر سربلند، سربلند.
سر خوبانش در برابرت به خاک دشمنان نابکار در برابرت به خاک دشمنان نابکار ای درفش میهنم ای درفش میهنم ای نماد کشورم ای نماد کشورم ای ز اشکانیان ای ز ساسانیان یادگار ای تو از باستان ماندگار